دانشمندان هواشناسی هشدار دادند که احتمالاً سال 2023 گرمترین سال زمین باشد. موج گرمای کم سابقه در جهان که از جمله مناطقی از آمریکا و اروپا را در بر گرفته، بخش‌هایی از ایران، عراق و افغانستان را هم تحت تأثیر قرار داده است. بنا به گزارش‌ها، دمای 5 شهر امیدیه، شوش، رام هرمز و آقاجاری و اهواز در خوزستان ایران به بالای 50 درجه سانتیگراد رسیده و اداره کل هواشناسی خوزستان هشدار نارنجی اعلام کرده است. در روزهای گذشته همچنین خبرهایی از کمبود آب آشامیدنی در چندین شهر ایران گزارش شده بود. در افغانستان هم با وجود گرمای بی سابقه بسیاری از مناطق به ویژه قلب کابل پایتخت افغانستان که بیشترین جمعیت آن شیعیان هستند با کمبود آب آشامیدنی و قطع برق روبرو هستند. با این حال و در آستانه ماه محرم و اربعین حسینی، عراق و به ویژه شهر مقدس کربلا هم که قرار است میزبان میلیون ها زائر از سراسر جهان باشد، با موج گرمای کم پیشینه مواجه است. مسئولان برگزاری مراسم‌های عزاداری در شهر مقدس کربلا ضمن تأکید به برپایی مراسم‌های باشکوه در محرم و صفر، از مردم و زائران ابا عبدالله حسین علیه السلام نیز می‌خواهند تمامی تمهیدات و آمادگی‌ها برای جلوگیری از گرمازدگی را داشته باشند. طبق پیش‌بینی‌ها، حضور عاشقان امام حسین علیه السلام در مراسم‌های عاشورا و اربعین امسال بیشتر از سالهای قبل خواهد بود. دکتر پیمان کاغذیان، پزشک متخصص از دولسدورف آلمان با ما هستند. سلام، وقت شما بخیر. سلام، روزتون بخیر. من سوال کنید، من تو سفر هستم در خدمتتون. ممنونم جناب آقای دکتر. تأثیرات گرمای شدید جهان در برخی کشورهای آسیایی که کمترین امکانات رفاهی را دارند چگونه خواهد بود؟ ببینید، الان تغییرات اقلیمی مشکلی که برای گرمی کره زمین و گرمی هوا ایجاد کرده فقط منجر به گرم شدن زمین تو کشور غرب آسیا و خاورمیانه نشده، منجر به گرم شدن همه کره زمین. حتی این مشکلی که الان وجود داره به دلیل تغییرات اقلیمی، آلودگی هوا که به اوزون رو سوراخ کرده، این گرمایی که تو خاورمیانه هست، یکی که افزوده شده، گرمای افزوده شده خاورمیانه یکی از علتیه که یکی از علتهای کلن تغییرات آب و هواییه، ولی اروپا هم درگیرشه، آمریکا هم درگیرشه، باید فکری براش بکنه. آقای دکتر، برای جلوگیری و کاهش تاثیر گرمازدگی مردم در خانه هایشان چه اقداماتی انجام بدن؟ ببینید، سوالی که شما فرمودید، برای زائرینی که میخوان برن تو کربلا، ما الان چند تا مشکل وجود داره که تو فصل گرما هست. خب گرمای هوا بیشتر شده، یعنی گرمای هوا از اولوش چلا نرمال تو این ماه سال از 43 تا 47 درجه الان شاید به 50 درجه هم برسه تو فصل گرم سال. حتما باید آب زیاد بخورن، آب همراه خودشون داشته باشن. تو تغییرات آب و الکترولیت تو بدن میتونه منجر به نارسایی قلبی و کلیوی بشه. خواهش ازتون میکنم که حتما از مقدار زیاد آب در طول عزاداری استفاده. ممنونم از شما. دکتر پیمان کاغذیان از کشور آلمان با ما بودند.